درود بر شما وطنان گرامی مشیری هستم به خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رجا بکنم امروز روز جمعه است و 26 م از ماه اوت آگست در روزهای جمعه یک ساعت خدمت شما هستم این برنامه تا سالیان دراز در واقع ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس به مدت یک ساعت و نیم انجام شد که ما به خاطر شکایت هموطنان از دیر بودن ساعت رو منتقل کردیم به ساعت 6 اما ساعتمون کوتاهتر شد چاره جز اینم نبود اما اگر حرف حساب باشد خیلی کم از حرف حساب همین مقدارم هم, مقدار هم کافی است بله اجازه فرمایید من خیلی به سرعت سعدی در اینجا که برات ما بخونم درس در واقع تدبیر سیاست و تدبیر جنگ رو پیشنهاد میکند و بسیاری از مواقع به ماکیاول هم نزدیک شده است سیاستمدار بزرگ ایتالیایی بله میفرماید وزن, وزن, شاهنامه است بحر متقارب بوستان قطعا و حتما سعدی در سرودن بوستان به شاهنامه نظر داشته در این هیچ گونه شک و تردیدی نیست و یک جا هم یک کسی برای ایراد گرفته است که این سعدی ما در واقع در زمینه زهد و تامات و پند شاعر بزرگی است اما در کار حماسه نیست و به سعدی خیلی گران آمده و دست یا زیده است به سرودن دو داستان جنگی که خیلی 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 ضعیف در آمده چون ذهنیت سعدی ذهنیت حماسی نبود بله میگوید شبی زیت فکرت همی سوختم چراغ بلاغت میفروختم پراکندگوی حدیثم شنید جز احسنت گفتن طریقی ندید که فکرش بلیغ است و راگش بلند در این شیوه زهد و تامات و پند نه در خود و کوپال و گرز گران که این شیوه ختم است بر دیگران بعد میگوید نداند که ما را سر جنگ نیست وگرنه مجال سخن تنگ نیست بیا تا در این شیوه چالش کنیم سر خسم را سنگ بالش کنید اما خیلی بد از آب در و ای بیان هم بر سعدی البته نیست چون روزگار روزگار دیگری بوده است بارک اما در اینجا از کنم که به شاه توصیه می کند مثل یک مشاور و ادوایزر به قول این سخن میگوید گوید می چو اقلیم دشمن به جنگ و حسار گرفتی به زندانیانش سپار که بندی چو دندان به خون در برد ز حلقوم بیدادگر خون خورد چو بر کندی از دست دشمن دیار رعیت به سامانتر تر از وی بدار یه دیار را دست دشمن گرفتی با رایا بهتر با مردم بهتر تا کن با مردم عادلتر باش بهتر باش که گر باز کوبد یعنی دشمن در کارزار برارند آم از دماغت دمار یا دماغش دمار در واقع درسته میگوید که وقتی که تو نیکی کردی با رایا یعنی مردم عادی معمول اگر این دشمن باز برگشت به واسطه نیکی های تو همون ها جوابشو میدن برارند آم از دماغش دمار وگر شهریان را رسانی گزند در شهر بر روی دشمن ببند مگو دشمن تیغ زن بر در است که انباز دشمن به شهر اندر است اینجا به غلط نوشته است مبند داری باید ببند ببند میگه مردم اذیت کردی و مردم شهر است و ناراضی هستن در دروازه شهر محکم کن و هرگز نگو که دشمن حمله کرده این خبر جنگ رو پخش نکن چرا چون شرکای دشمن دیگه مخالفان تو هستند به واسطه ستمگری هایی که کردی به شهر اندرند کمکش میکنن درست مثل داستان لطف علی خان و آقا محمد خان که من واردش نمیشم چون مطالب دیگری هست خب به تدبیر جنگ بدندیش کوش مساله بیندیش و نیت نیوش منه در میان راز با هر کسی که جاسوس همکاسه دیدم بسی. همه ما این تجربه جاسوس همکاسه رو داشتیم متاسفانه این حرف پشت دیگران زدن ارز کنم که این کار حالا سدی در یک سطح خیلی بالایی در جنگ های بزرگ و سیاست صبح در سطح شخصی هم جاسوس همکاسه بسیار هست که هیچ ارادتی ندارد نشسته است در منزلی بابا عرض کنم هر چیزی دیده است و شنیده است بر به اینجا و اونجا چند دروغ هم به او میامیزد و این یکی از بدترین خلقیاتی است که ممکن است باشد من اح در میان راز با هر کسی که جاسوس هم کاسه دیدم بسی سکندر یعنی اسکندر کبیر که با که با شرقیان حرب داشت در خیمه گویند در غرب داشت چو بهمن به زابلستان خاص خواست شد چپ آوازه افکند و از راست شد این چپ آواز چپ این چپ و راست در واقع مصطلحات موسیقی است مصطلحات موسیقی است در ضمن در معنی حقیقی هم و البته به کار میره می گفت که مخصوص است که گفت من از چپ میرم اما از راست رفت و راز جنگ رو نباید کسی بداند بله چو بهمن به زابلستان خاص خواست شد <تصفح> چپ آوازه رفت کند و <تصفح> از راست شد اگر جز تو دانست کزم تو چیست بر آن رای و دانش بباید گریست بسیار حرف درست داره سیاست مدار بزرگی بوده است شیخ عجل آری اجازه فرمایید امروز ما می خواهیم در باب سواد و بی سوادی صحبت کنیم عرض می شود که سواد به معنای سیاهی است بله سیاهی سواد در کتاب های قصه های قدیم که فلان کس بعد از چند روز که تیه تاریخ کرد ناگاه سواد شهری از دور نمایون شد یعنی سیاهی بنابراین با سواد یعنی کسی که سیاهی را از سفیری تشخیص میده یعنی کسی که خواندن و نوشتن بلد است این اصطلاح از قدیم بوده با سواد بی سواد کسی اما این تعریف امروز کافی نیست این تعریف امروز در واقع جامع نیست و در واقع لیتریت که در مقابل ایلیتریت هست یعنی با سواد تحصیل کرده مقابل بی سواد یا ایلیتریت از کنم که معنی گسترده تری دارد در واقع آدم با کسی است که در واقع بتواند نه تنها مطالب را بخواند بلکه بتواند به عمق آنها پی ببرد تجزیه و تحلیل کند و استنتاج های درست کند و در موقع بتواند از آنها در واقع استفاده کند و در جامعه به کار ببرد و اعداد و ارقام رو در واقع بداند و بتواند چگونه چگونه از کنه نه که ریاضیدان باشه اما یک توان تجزیه و تحلیل ریاضی هم در باشه عوض میخوام از شما بنابراین کسی که فقط خواند و نوشت این با سواد به حساب نمیاد حالا در, در واقع سازمان ملل متحد هر شود که میارش همین خواندن و نوشتن هست و تعداد دانشگاه هست و مدرسه رفتن هست و اینها و مرتب این آمار رو پخش میکند این تصویر جهان رو لطفا نشون بدید بله ببینید این بخش های سیاه که میبینید خاکستری که آمریکای شمالی باشد و استرالیا و ژاپن در اون گوشه و اروپا ملازم میفرمایید اینها که خاکستری هستند در اینها بی سواد نیست یا خیلی خیلی تعداد با سوادشون بالاست هرچه قرمزتر میشود بی بیشتر از قاره آفریقا رو ببینید که بی سوادی درش بسیار زیاد هست عربستان سعودی ایران هندوستان عرض میکنم که پاکستان افغانستان به خصوص اون بالا بدترین و اینها در اونجا افغانستان هست نگاه کنید افغانستان و پاکستان و البته هندوستان به واسطه کثرت جمعیت هندوستان به لحاظ داشتن دانشگاه ها مشهور است چندین هزار مؤسسه آموزشی هست اما بسیار بسیار پر جمعیت هست و چین هم میبینیم که خب بیسواد درش هست این تصویری است که منتشر میکنن در صدها هم در چپ نوشته شده است این هم مغز آدمیزاد هست این در ویکیپدیا هست میتوانید تماشا کنید در بخش چپ اون عرض میکنم که رنگ سبز و اون رنگ زرد اینها برای خواندن و نوشتن هستن در من اون آبی شنوایی داره و این شنوایی رو منتقل میکنه به بخش زرد و اون یکی بخش بخش سبز برای خوندن و نوشتن در واقع شنیدن فهمیدن و نوشتن این در واقع بالاش نوشته است ملاحظه میفرمایید اون برای دست نویس هست اون برای نارنجی اون پایینی هم که نوشته است که برای ارز کنم که سخن گفتن هست بله وکالیزیشن و اون آبیست در می درست در وسط مغز هست اونجا در واقع آواها رو که میشنون منتقل میکنند به جای دیگر برای تجزیه و تحلیل خیلی ممنونم عزیز متشکرم از شما بسیار خوب اما این داستان سواد و بیسوادی و اینها از کی آغاز شده و حروف از کی پیش آمده اولین جایی که شاید هشت هزار سال پیش از میلاد این داستان ها آغاز شده کندن یک علاماتی بر روی گل رست و پختن اونها که اینها خیلی خیلی قدیم در سمر اتفاق افتاده و بعد الفباها پیدا شده در خاور میانه در چین در واقع در همین بین النهرین که میگوییم و در چین اینها پدید آمدن اما کسانی که به جد بنیانگذار خط بودند در همین بخش معمدی ترانه و از کنم که خاور نزدیک و اینها فینیقیان بودند. فینیقیان اینها این مردمان بسیار هوشیاری بودند و در دریا نبردی هم بسیار ماهر بودند الف بار اینها اختراع کردند تمام زبان های جهان منهای های زبان های چینی و ژاپنی اینها اینها مشتق از الف بای, بای فینیقی است الف بای به گزارش استاد پور داوود که کتابش در دست من از همینجا جا 22 حرف داشته بدون آوا و وقتی گسترش یافت اقوام و ملل مختلف هم نتوانستند یا یعنی اون یعنی مایه خلاقیت رو نداشتن که آوا بسازن این زبان عربی عرض می شود که که داره آواز این آواها رو در واقع عرض می کنم که مثل فتحه و زمه و کسره و اینها اینها رو اینها ایجاد کردن باز اینها این مایه عرض می کنم که هنر داشتن حالا هر که بود که اینها رو بگذارن اما اینها وارد حروف نیستن یعنی وول به معنی اخص کلمه به حساب نمیاد مثل انگلیسی که آی او یو اینها تا میرسد به دست یونانیان یونانیها ها آمدن و حروف صدادار رو ابدا کردند و وارد خط کردن و از یونان به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد زبان لاتین و سایر زبان ها که آمد که دارای آبا هستند و شما در خوندن ادوشار اشتباه نمی شوید عرض می کنم که از زبان فینیقیست برابر گزارش عرض بکنم که دانشمندان خدشناس و زبانشناس و داستان چین و ژاپن و شرق دور یک حکایت دیگری دارست زبان پارسی به واسطه اینکه که صدادار ما در واقع نداریم و اینها هم رعایت نمیشه درش یعنی فتح و زمه و کسره و اینها رعایت نمیشه برای خارجی ها خوندنش مشکل میشه میرسد به واژه حسن نمیداند این حسن است حسن است چی است چگونه باید این را بخواند خب کار سخت میشه کار سخت میشه در واقع حالا این داستان از کنم که زبان شناسی رو ما نمیخوایم داستانش طولانی کنیم ولی عرض میکنیم که چینی ها مصری ها این حروف هیروگلیفیک خیلی خیلی قدیم است شاید به هزار و شاید دو هزار سال پیش از میلاد برسد چینی ها هم همچنین و رفته رفته هر کسی دارای یک زبانی شد اما مطلب مهم که باید اینجا عرض کنیم این است که فینیقی ها بیشترین اهمیت رو داشتن و اینطور که استاد پور اشاره می کند. بیشتر زبان های جهان من های این زبان های شرق دور از فینیقی ها گرفته شده است و با سواد صحبت سر سواد هست ما به کسی میگوییم که بتواند بنویسد و بتواند بخواند و همطور که از کردم این تعریف تعریف کافی نیست در قدیم البته زنان در همه کشورها به مدرسه رفتنشان ممنوع بود در این ادیان سامی ادیان سامی هم که از ابتدا و گناه نخستین رو به گردن زن انداختن که زن داره لیاقت نیست عقلش نصف به به خصوص اسلام عزیز عقل این زن نصف زن ناقص عقل و صاحب اختیار نمیتواند باشد بنابراین اصلا ارزشی ندارد که حالا ما مدرسه بگذاریم زن برود مدرسه این است که مطلقا تحریم کرده بودند و بیچاره عرض می که چه مایه استعدادهای خوب در این تاریخ اسلام و سایر این ادیان به خاک رفت و چه حقها پایمال شد فقط به خاطر جنسیت که این زن است و عقلش کم است و از این حرفا و عرض کردم که وقتی نگاه کنیم به تاریخ منطقه دیگر عشق و عاشقی پیدا نیست عاشقی گم شده تمام داستانهای زیبای رومنتیک که برجاست در جهان عرب و در جهان ایران زمین نازنین ما همه متعلق هستند به پیش از عرب پیش از اسلام چون وقتی که شما بتوانید یک پدیده ای رو هر موقع دلتون میخواد هر تعداد بردارید بیارید منزل که دیگه عاشقش نمیشین که آقا گفت آب کم جو مولانا فرمود آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست در فراغ هست که عشق به وجود میاد ارز میکنم که در فراوانی که عاشقی نمیشه که 50 تا تاشو سیغه کن 70 تاشو کنیز بگیر اینها این است این که همه داستان ها مربوط است به روزگار قدیم هیچ داستان جدیدی ما نداریم لیلی مجنون هم که تقریبا مزاد با اسلام بوده است همون تحت تعلیمات دنیای قدیم بودند وقتی که زن ارزش در دست داد دیگر کسی دیگه ارزش عاشق شدن هم نداشت نداریم اگه شما سراغ دارید ما داریم ویس و رامین را بیژن و منیژه خسرو و شیرین شیرین فرهاد اینا همه مربوط مر است حالا وارد این قضیه نمیشم یکی از ستم هایی که بر زنان میشد یکی هم همین بود و بنده وقتی وارد این مملکت شدم مخلص شما اینجا نشستم تعداد دخترانی که وارد دانشکده حقوق می رفتند چهار تا پنج درصد بود سه زار هفتاد و سه که البته این مقدار دم به پنجگان پنج و پنج درصد رسید رسیده یعنی در این مملکت هم به همین وجه بوده و اروپا و اروپا که بسیار بدتر بوده حتی بسیار بسیار بدتر بوده توسط این پاپا و اینها از کنم پونسد هزار زن رو همونطور که به کررات و مرات گفتم از بس این جنایت هول نکس ماهی باید یادآور شویم در موضوع گسترش تا اون این زنها رو سوزاندن در مقابل کلیسا چرا می سوزاندن و از که بر این بودن که عرض می شود که اول که این واسه تا اون هستن این زنها چون اینها شیطان هستن با شیطان رفاقت دارن گناه اولین هم به گردن این هاست و شیطان رو جز با آتش نمی شود از بین برد این از که چوب جمع می می بردن مقابل کلیسا ای کسی یه خالی روی بدنش داشته اینها می این علامت شیطان بودن نشه از هزار زن رو در اروپا اینا سوزاندن به آمریکا هم رسید هفت ش... یا هشت زن هم در همین آمریکا سوزانیدن تا در واقع استاندار ماساچوست خانمشی گرفته بودن بسوزانن در همین مملکت سر صدا کرد و اینجا یه شد این حرف ها. این بود وضعیت زنان <تصف> اما در عصر جدید <تصف> و موضوع حقوق بشر و دنیای مدر اینها دیگر اینا نتوازن فقط کشورهای اسلامی هستند رحمد الله ولی من از برکت اسلام هنوز هم تعداد بسیاری از در واقع داشتن سواد و چه میزان دردناک هست و چه میزان ننگین هست که شما یک کسی رو از خواندن و نوشتن محروم کنید لطفا این چارت رو نشون بدید بله اینجا کشورهای دنیا رو همه رو بررسی کرده آمار CIA هست که حالا آره من چشمم نمیبین از این راه دور که یکی برای شما بکنم و اونجا افغانستان رو ملاحظه بفرمایید این رقم مردان هست اول تعداد بیسوادی هست لیترسی یعنی تعداد باسواد چند درصد هست می‌گویید آمار جنس من درست می‌بینه 38.2 درصد اولی رقم مردان هست میلز یعنی مردان دومی خانما هست اختلاف 27 درصد 27 درصد هست یعنی زنا 24 خرده هستن و اختلافشون با مردان 27 درصد هست در واقع تفاوت اینها در واقع می‌شواد گفت 27 درصد بی سواد هستن و بعد میاوریم پایین پایین تر این کشورها اسلامی رو نگاه کنید ما اون رقم رو بیشتر میبینیم بیشتر میبینیم این تفاوت ها رو بیشتر میبینیم کشورهای غربی میبینیم که اینطور نیست اما کشورهای اسلامی هست مصر رو لطفا بیارید نشون بدید به منم نشون بدید تا رقمشو بله اجیب که ببینید که مصر با اینکه مهمترین و پرجمعیتترین کشور مسلمان هست ببینید که بله بله همون مصر اونجاست ببینید 75 و دهم درصد با سواد هستن 83 درصد 82 دهم درصد مردان اما 67 درصد زنان 16 درصد اینجا در واقع اه اختلاف هست و زیرش دیگه میبینیم دیگه السالوادور 88 درصد 4 درصد کشور مسیحی بهترن به لحاظ کمبود این تفاوت زنان و مردان کمتر هستند جامعه میایم پایین تشریف بیاریم پایین آلمان رپورتی ندارن و اونجا قناس 10 درصد تفاوت یونان 97 درصد در واقع اینجوری که من میبینم بعد 92 درصد یک و 6 دامه درصد تفاوت هست و گواتمالا تا میرسیم به عراق 79 درصد 11 درصد ببینید وضعیت زنان رو ببینید بسیار بد هست و ایتالیا 99 99 بله و جامایکا رو نگاه کنید جامایکا رو نگاه کنید هشتاد و چهار و اون یکی هست نوود بله زنان اگه من چشم درست ببیند جامایکا زنان تعداد باسوادشون بیشتره بله 93 درصد اون هشتاد و چهار درصد این جالبه یعنی رقم منفیست اونجا این خیلی خیلی جالبه پیداست که مرد کار میکنن خانوما میرن مدرسه <applause> عوض میخوام بریم بالا این هم که کشورهای لبنان رو نگاه میکنیم چهار درصد این باید بخش مسلماناش باشن چون مسیحی ها مدرسه میرن و لیبیا 91 درصد 11 درصد و این قذافی که او رو کشتن به خانم کلینتون خیلی 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 افتخار میکرد میگفت می کیم می We came, we saw, he died یعنی در واقع عبارت سزار رو سزار بزرگ کار میبرد وی We came, we saw, he died یعنی قذافی با این سیاست احمقانه اینها در خاورمیانه. میانه بله قذافیه بعد وقت بعد آقابت این بیابون گردان رو داشت در واقع به یه جایی میرسانید و این رقمی که بازمونده یادگار تلاش های همون معمر قذافی معدوم هست اگر او هم نبود معلوم نبود که چه رقمی داشتیم ولی بالاتر کندکی بالا و بالا بله مالی و غیره و اینها خود شما میتوانید این ارقام بسیار گویا هستن این بیسوادی زنها در کشورهای مسلمان فقط به خاطر وجود تعلیمات ارز میکنم آسمانی اسلام عزیز بسیاری محروم هستند در کشور ما هم که خب اسید میریزن روی زنها اسید 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 و هیچکس کس تا کنون دستگیر نشده به خاطر این جرم هولناک و معلوم نیست چه روزی عدالت در این سرزمین این جنایتکاران رو به پای میز دادگاه بکشن خب از فرمایید من خواهش کنم از سفر عزیز یک موسیقی خیلی خوب انتخاب بکنن و پخش بکنن و برگردیم سر مطلب تا چند دقیقه دیگه تلفن پشتیبانی 818 345 06 07 سپاس گذاری. با درود مجدد همتان گرامی در باب سواد و بی سوادی صحبت می کردیم و برسیم به اصل مطلب خدمت شما از کنم که چون نیک بنگریم این خوندن و نوشتن تنها ما رو به جایی نمیرساند در واقع یعنی ما اگر بخواهیم بعضی کشورهای همین اسلامی رو که مثلا 60 درصد و 70 درصد گزارش میکنه 80 درصد با کشورهای پیشرفت مقایسه کنیم میبینیم اینا در حقیقت سواد زباد ندارن بی مطلقه حالا این آماری است که میدن کره شمالی آمار داده 100 درصد اینطور نیست حالا موضوع سخن ما در واقع مقصود ما در واقع نگاه ما به سیاست هست و به آزادی و مقصود سعادت ملی و اینها و تصمیماتی که ما در زنگاه های تاریخ گرفتیم برای تعیین سرنوشت بله و من گمان می کنم که در مقطع انقلاب اگر ما بخواهیم به درستی قضاوت کنیم یک مش بی سواد بودیم یک مش بی سواد بی سواد سیاسی یعنی میخوام با قاطعیت ارز کنم با یک شوفر تاکسی هندی راننده اتوبوس چون بنده اونجا بودم بسیار صحبت کردم صحبت کردم اینم آقا به لحاظ سیاسی چه دانایی داره این شوفر تاکسی این هم نیست که حالا نمیدونم پی اچ دی ریاضی بوده باشه کارگیرش نمده تاکسی میرونه نه راننده تاکسی آدم فقیر کنار خیابان وقتی که صحبت میکردید در باب انتخابات یا در باب موضوع دموکراسی و اینها میدین چه میزان پخته صحبت میکنن دانای سیاسیشون از ما بیشتره اغلب ما بی سواد سیاسی هستیم متاسفانه حالا کرواتر می بندیم و کتشلوارشی کم می پوشیم و پشت بلنگو هم می نشینیم. اما میخوام خدمت شما عرض کنم اون چه در این لس آنجلس تا 90 درصد شاید یا اندکی بیشتر روی فضا پخش شده است و به گوش مردم رسیده است اینو برخواسته از نادانی بوده و گمراهی بوده و دروغ بوده و فقط مقصود منفعت شخصی و مسائل مصلحت شخصی بوده و گسترش به جامعه ما به چه دلیل یک جامعه اتمیزه پراکنده مزتر دیپرس هست که دستش به هیچ جایی نمیرسه و مالک هیچ چیز نیست این حاصل این هست که در واقع کسانی که خودشون رو پیش رو میدانند و رو روشن فکر میدانند چیزی نمیدانند گرفتاری در اینجاست وقتی به استدلال های این هایی که استاد دانشگاه بودند در ایران رئیس دانشگاه بودن در ایران یا مقام های بلند داشتن یا بیرون از کشور هستن اینا تحصیل کرده هستن اینا صحبت میکنید در باب در باب آزادی در باب دموکراسی در باب در واقع سابقه تاریخ مملکت اینا هیچی نمیدانن یک مش انسان های کمدان و یا نادان اما با ادعاهای بسیار با ادعاهای بسیار آقا هیچ حقیقتی در این سرزمین ما تکلیفش معلوم نشده به جهت اینکه دروغهای متعدد گفته میشه و متضاد در باب یک واده حادثه یک واقعه تاریخی که اسنادش هست و صدها جل کتاب در این باب هست اما اون چنان دروغ ها گفته می شود که مردم متحیرن که آقا چی بود داستان مگه میسر چنین چیزی فقط در جامعه ما میسر بنابراین جامعه چی شد آقا پراکنده گوز فکر تفرقه بازای آی تا شوی مجموع غوز <تصح> میخوام اینکه امروز گلوی ما این چه نست علتش رو از دوست عزیزم دکتر نصف بپرسید دکتر نصف چیمه دوست عزیز بزرگوار من بله مال متوپرولول هست باری این است که من نگاه کردم به این تاریخ فعالیت های اپوزیسیون در خارج کشور راجبش فکر میکردم یکی یکی از نظر میگذارندم که آقا این داستان چیست به چه دلیل این حرفا بی اثره به چه دلیل مردم روی گردان هستند به چه دلیل مردم معیوز شدن به خاطر اینکه وقتی پیش نماز نمازش بلد نباشه اون کسی که اقتدا میکنه میخوان کار بکنه هیچ واقعی من ندیدم که در تاریخ این امریکا اتفاق افتاده باشه و نظرها یکسان باشه چون حقیقت که دو تا نیست حقیقت که پنجتا نیست حقیقت یکیست حقیقت یکیست به خصوص که یک رژیمی بر کار هست در ایران که از ابتدا طرح ماندگاری خود رو کشیده به هر وسیله ممکن و به هر راهی که میسر هست این است که ما آخوندها که کارمان یک عمر جیبوری و گدایی بوده و خمس و زکات خوردن و اینها بایستی بر این مملکت حکم برانیم و خمینی هم سفارش کرده است به ما که اگر روزی بین انتخاب اسلام و قرآن و حکومت مخیر شدید حکومت رو انتخاب کنید اسلام را زیر پا بگذارید بنابراین در داخل مملکت ما اون چه شما میبینید هموطنان عزیز رو عرض میکنم در داخل ایران زرتون در یعنی در باب گذشته ایران و وقایع ایران زمین و اون چی در این به خصوص 130 سال گذشته رفته یک کلمه راست پیدا نمی کنید بپرسید آقا داستان مثلا ارز می کنم ملی شدن صنعت نفت کجا گفت آقای آیت الله کاشانی بگوید آقا سیاست موازنه منفی از کجا آمد؟ مدرس یعنی هر چه کار نیک شده و وقتی هم که گذاشتن اونجا در واقع که زندانی کشیده بودن و یا شکنجه می شدن یا هر چه می بینی درست کردن اونجا رفسنجانی اونجاست اونطوری من شنیدم که خب ندیدم این داستانها رو موزه جنایی درست کردن رفسنجانی اصلا طالقانیست و نمی دونم چه چهار تا آخوند دیگه هست و فقط گل سرخی که چیز کتش در آورد و گفت من از حسین ابن علی بهتر نیستم یه همچین چیزی گفت حرف بسیار بسیار مهملی زد در دادگاه این مرد اصلا ما نفهمیدیم که به این تفهیم اتهام شده این چی میگه این متهم شده به این که میخواسته نمیدونم یه شخصیتی رو بدوزه با نه نفر دیگه یه هفتیر هم داشتن همشون هفتیشی کسی بود عرض میشود که برید از آقای ثابتی بپرسید اینا برای که قضیه رو بزرگ کنن رفته بودن مقامات و بالا و اینا که میخواستن اینها نمیدونم فلان فرزند شاه رو بدوزن اینها آورده بودن این بدبختا رو یه محاکمه میکردن اصلا این جوابی نداد که آقا ما این ما این کاره نبودیم اصلا ما سیاسی نبودیم بابا من شاعرم آویزون شده به حسین ابن علی هیچ معلوم نشد در اون نمایش تلویزیونی که اصلا اتهامی چی است ما که نفهمیدیم آقا برای چی آقا رو در محاکمه میکنن بعد این تیک تیک پاره از یه جای دیگه حرفای دیگه در میاد. اما اون چه پخش میکردن این آقا به جای اینکه جواب اون وقت اون نمیدونم سرهنگ بود نشسته بود اینا خب اینا از کنم که دادگاه نظامی اینا تکتبش خب تکلیفش معلومه از بیرون دستور میاد که حالا به این چی بدین به اون چی بدین اون هم هستش اما بقیه که به هر صورت زندانی کشیدن اونجا نمی بینیدشون میگه میرزا کوچه خان میگه در برای اسلام بوده مشروطه چی شد آخون از بام تا شام داره تبلیغ میکنه که مشروطه چی آقا آخوندها بودن ما آخوندها بودیم در حالی وقتی می نگاه میکنیم میبینیم اگر آخوند هم نقشی داشته ملحق شده به روشن فکران من درود میفرستم به فریدون آدمیت این بزرگوار زنده نام کارهای بسیار اصیل و بسیار بسیار محققانه ای در باب مشروطه کرد که کاراش هست لطفا برید نگاه بکنید خیلی خیلی مهم هست میگوید بله این آقایون که آمدن اون دو سید در کار مشروطه و دیگران که بودن اینها پیروی کردند از روشنفکران و آزادی خواهان مملکت و وقتی هم دیدن که مشروطه به نفعشون نیست عقب کشیدن اینا فکر کردن که یه چیزم برای اینها هست در حالی که مردم میگفتن اگر ذرت المسخالی قانون اسلام وارد این قانون اساسی بشود ما توفنگ رو زمین نخواهیم گذاشت مرتب تلگراف میرسید که نکن از قانون, قانون شرع عقب افتاده مرتجع باز قانونی بر ما تحمیل بشود ما رنج این ارتجار رو هزار چند سال از کشیدیم هست اسنادش هست آقای نمایندگان جواب میدن که شما نگران نباشید ما مطلقا از فقه و شرق شرع مقدس و آسمانی چیزی برای قانون اساسی نمی کنیم بعد هم که دادگستری رو از اینا گرفتن و از کنم تعلیم و تربیت اینا گفت آقا پس به ما چی میشه گفتن آقا خود شما آمدید ما نمیدانستیم مشروطه چی چی یعنی چه از ابتدا میبایستی بدانید مشروطه یعنی چه اما آخوند از صبح تا شب تبلیغ میکند که همه اینها همه کارهای کار ما بوده خارج کشور هم متاسفانه کسانی که میکروفون به دست دارن نه مطالعه ای همه رو عرض نمی کنم کلهم اجمعین نه اما تا 97 درصدی رو میتونم ارز کنم که اینجا خدمت شما با قاطعیت بگویم نه مطالعه دارن نه کتاب میخونن نه کتاب میخرن نه توجهی به حقایق دارن و از این دیدگاه یک سره بی سواد هستن از این دو سوال بپرسید هیچ نمیدن اما به همدلله در بافتن دروغ و در لغلقه زبان و حمد الله و نه بی اندازه ماهر هست این سبب پراکنده شدن دروغ شده و هر شما در هر جلسه میبینید ببینید در یک موضوع واحد هر کسی یه چیز میگه یعنی اینقدر وجدان انسانی هم نیست که آقا این اینطور نبود این قصه این گونه بود این اسنادش این مدارکش این ارز کنم شاهدان عینیش اینها اهمیتی نداره بذارید کار و روزگار من بگذره به خوبی خوشی حالا ملت به عرض کنم که شاه بی گمراهی افتادن اشکالی نداره من مهم هستم گفت بزرگان نکردن در خود نگاه خدا و بینی از خیشتن بین مخواه کسی که خودخواه شد یه خداشناس نمیشه که بزرگان نکردن در خود نگاه خدابینی از خیشتن بین مخا تا کسی عاشق این وطن نباشه عاشق این مردم نباشه برای سینه چاک نمیکنه و همه اذیت و آزار و فوش و تهمت به خودش هموار نمیکنه چون این طریق طریق حقیقت است آقا طریق عشق به وطن هست و به مردمش هست و به آزادی و دموکراسی هست و هر کسی هم از این راه رفت در واقع شکست خورده علا ظاهر علاز ظاهر در گرفتاری و بدبختی و بیچارگی یا گوشه زندان یا در غربت اینها رفت اما فقط نام نیک از او بیادگار ماند که در ترابوزو بگذاریم بسیار بسیار وزینتر هست از اون گرفتاری ها و از اون ناراحتی ها و از کنم که داستان هایی که عرض کردم اما ماشاءالله کسانی که فقط دغدغه زبان و دروغگویی بلدن و براشون اهمیت نداری که از می کنم که تحری حقیقت کنن به قول پیش از اون که به پشت میکروفون بنشینن اینها خوش و خرم اما اینها در تاریخ این مملکت جایی ندارن جایی ندارن واقعا اینها رو صحبت ها چون از سواد کردیم و بی سوادی که خواندن نوشتن هست و اینها اینها نه تنها بی سواد هستن مغرزم هستن متاسفانه مغرز هم هستن و این یک گرفتاری بسیار بسیار بزرگی است و اینکه که قریب چهل سال گذشت و هر روز که گذشت مردم پراکنده تر و متفرق تر و در واقع امیدش کمتر شد متاسفانه گرچه من معتقد هستم این مردم بزرگوار ایران که در قرن گذشته دو بار انقلاب کردند در واقع اگر بینگریم انقلاب در انقلابم بود در همین روزگار این جمهوری پربرکت اسلامی چند بای انقلاب های کوچکتر شد اما متاسفانه متاسفانه به واسطه نداشتن تشکیلات و نبودن رهبری نیرومند اینها در واقع به جایی نرسید این ملت بزرگ با سرکوب ممکن است خاموش بشود برای مدتی اما فراموش نمی کند و من هیچ گونه تردیدی ندارم که این رژیم به ثبات نرسیده و اگر صد سال دیگر هم بماند به ثبات نخواهد رسید یعنی اون ثباتی که نیازمند پشتیبانی ملت باشد و بتواند رهبر اون مملکت فرض کنید آدم مثل همین آقا که الان هست بتواند بیاد با مردم بدون حسار کشان و آدم کشان با مردم بیامیزد اون موقع است که میگوییم این دولت دارای ثبات هست نه سکوتی برقرار هست فعلا اما ثباتی در کار نیست و هرگز این حکومت به ثبات نخواهد رسید به واسطه سابقه جناییش و به واسطه کینه که ملت از این از این, این رژیم دارد به واسطه سیاهکاری ها و مفاسدی که واش توام بوده و جنایات ناگفتنی که در طول این از میکنم کنم که سالها انجام داده هرگز این به ثبات نخواهد رسید همواره بایستی با چاق و کشان و چماقداران به ایستد و مدتی است که تکیب بر چماق وقت ما در اینجا همه گرامی به پایان رسید از شما سپاس گذارم آوازی که شنیدید آقای محمد نوری بود آقای نوری رو من بنان عرض بکنم که پاپ میوزیک میشناسم صدای خیلی لطیف و بم شباهت به بنان دارد منتهایشون پاپ میخوندن دیگه صدای خیلی 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 زیبایی داشتن از سپر سپاس گذارم بابت انتخاب قشنگی که امروز کردن برای پخش صدا آقای محمد نوری تا برنامه دیگر درود بر شما جاوید ایران زمین زنده باد آزادی